در حالی که رئیس بانک مرکزی اروپا میزان بیکاری در منطقه یورو را بسیار بالا و فعالیت‌های اقتصادی را به شدت ضعیف می‌داند و امیدی به بهبود اوضاع در آینده نزدیک ندارد، برخی از پایان بحران اقتصادی در این منطقه می‌گویند. اما آیا به راستی بحران مالی یورو رو به پایان است؟ پاسخ آمارها به این پرسش منفی است. رشد اقتصادی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در سال جاری افت 0.4% را تجربه خواهد کرد و سال آینده تنها 0.1% رشد خواهد داشت. اما نرخ بیکاری همچنان رو به افزایش است و پیش بینی می شود که از 11.3% در سال جاری به 11.8% افزایش یابد. در پرتغال بحران اقتصادی در سه ماهه سوم سال میلادی جاری عمیق تر شد و نرخ بیکاری رکورد جدیدی را ثبت کرد و به 15.8% رسید. این در حالی است که نرخ بیکاری در میان جوانان پرتغالی به 39% افزایش یافته است. نخست وزیر پرتغال میگوید با وجود همه این خبرهای بد، مردم پرتغال باید بدانند که آمار منتشر شده در مورد رشد اقتصادی و نرخ بیکاری مطابق با پیش بینی های ما بود. ما میدانیم که تا زمانی که به پایداری اقتصادی و رشد اقتصادی دست نیابیم، شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود و این وضع احتمالاً تا سال 2014 میلادی ادامه دارد. در سه ماهه سوم سال میلادی جاری اوضاع در دیگر کشور بحران زده منطقه یورو یونان وخیم‌تر بود و اقتصاد این کشور منقبض‌تر شد. دولت یونان پیش بینی می‌کند که در سال جاری اقتصاد این کشور افت 6.5% را تجربه کند.